یک اقتصاددان حلال در مالزی بر نیاز به افزایش نیروی انسانی برای رسیدگی به امور حلال تاکید کرد. دکتر ایزار عارف محمد کاشم کارشناس و دانشیار متخصص فقه فتوایی قضا و مصرفگرایی معاصر در مالزی گفت تعداد کارکنان ناظر بر امور مربوط به صدور گواهینامه حلال باید افزایش یابد تا آنها بتوانند از عهده وظایف صدور گواهینامه در مالزی و خارج از کشور برایند وی گفت که این امر نه تنها به روند صدور گواهینامه حلال قدرت میبخشد بلکه امکان نظارت و اجرای بهتر فراهم می کند دکتر ایزار ادامه داد داشتن پرسنل بیشتر برای فرایند صدور گواینامه حلال قبلا توسط بخش خاصی مطرح شده بود و پس از اتفاقات اخیر در کشور معتقدم زمان آن فرا رسیده است تا بتوانیم گواینامه حلال کشور را توانمند سازیم ایزار از دولت خواست برای رفع شبهات در بین مسلمانان به سرعت به موضوع گوشت غیر حلال و فروش آن به جای گوشت حلال در مالزی رسیدگی شود گفتنیست دکتر ایزار در حالی این اظهارات را بیان داشته که اخیرا گزارش هایی مربوط به یک گروه قاچاق گوشت در مالزی منتشر شده است این گروه با استفاده از گواینامه جلی حلال در این کشور گوشت غیر حلال را به جای حلال به مردم میدادند. از میان پیشنهادات برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی یکی از پیشنهادات پرطرفدار افزایش تعداد کارمندان ناظر بر صدور گواینامه حلال در بخش سازمان توسعه اسلامی و اداره دینی اسلامی دولت بوده است لازم به ذکر است سازمان توسعه اسلامی جاکی مسئولیت صدور گواینامه حلال را در مالزی به عهده دارد